سلام، سمیرا هستم. حدود 4 ساله که با خانواده‌ام در ترکیه زندگی می‌کنم. به خاطر جنگ داخلی اومدم اینجا. می‌خوام از خودم براتون بگم. هر روز صبح ساعت 7 بیدار میشم. بچه‌هامو بیدار می‌کنم و حاضرشون می‌کنم برای مدرسه. بعد از صبحونه بچه‌ها رو می‌برم مدرسه. وقتی برمیگردم خونه همسرم بیدار شده. قبل اینکه بره سر کار با هم صبحونه می‌خوریم. بعد با مامان و خواهر برادرم تماس تصویری می‌گیرم و صحبت می‌کنیم. اونا ازم دورن. من خیلی دلتنگشون میشم. بعد از نهار با همسایه بغلی قهوه می‌خوریم و گپ می‌زنیم. احساس می‌کنم خیلی خوششانسم که کسی هست که حرفامو گوش کنه و درکم کنه. بقیه روز رو غذا حاضر میکنم و منتظر میشم بچه ها از مدرسه برگردن. با بچه ها غذا میخوریم و از مدرسه صحبت میکنیم. در کل از زندگیم راضیم، شکر، حالمون خوبه. اینجا جا افتادیم، زندگی هم میگذره. یواش یواش زبان و سبک زندگی مردم اینجا رو هم دارم یاد میگیرم. اخیراً احساس میکنم حالم خیلی خوب نیست. احساس میکنم یه چیزی درونم داره تغییر میکنه. احساس میکنم صبح دوست ندارم از تخت بلند شم. کاری که هر روز به راحتی انجام میدادم داره برام سخت میشه. صدای بچه ها به نظرم بلندتر میاد. دیگه حوصله ندارم با همسرم صبحونه بخورم، باهاش حرف بزنم و گپ بزنیم. انگار دیگه حرفی برای گفتن به همسایه هم ندارم. غمگینم، اما نمیدونم چرا. حال ندارم. قبلا از خواب بیدار میشدم، سرحال بودم. الان خستم. شب سخت میتونم بخوابم. روزام حس و حال کار کردن ندارم. گاهی بدون اینکه متوجه باشم سر بچه ها داد میزنم. با مامانم کوتاه کوتاه صحبت میکنم. دیگه زیاد هم خودم رو دوست ندارم. به آینه نگاه نمیکنم، موهامو شونه نمیکنم و به خودم نمیرسم. رخچه‌ها تلمبار شدن. کارهای خونه هم همینطور، همه موندن. از خودم عصبانیم، به هیچ دردی نمیخورم. برای همین احساس میکنم بی ارزشم. بی دلیل به کسایی که دوستشون دارم پرخاش میکنم. بعد پشیمون میشم، اما کاری از دستم بر نمیاد. حتی به خودکشی هم فکر کردم، اما یه همچین کاری نمیکنم. بچه‌هام بدون من نمیتونن زندگی کنن. اونا نباشن، خب گناه دیگه. فکرای بد میاد تو سرم. دیگه اصلا خودمو دوست ندارم. خانواده‌ام این تغییر رو حس کردن. خودم رو خیلی ناتوان حس میکنم و دائما اطرافیانم رو مایوس میکنم. بازم حرکتی نمیکنم. بچه‌هام دلشون برای من قبلی خیلی تنگ شده. اگه همسایه‌هام بخوام با هم صحبت کنن حس میکنم نمیتونم از خودم براشون بگم و اونا هم حس منو درک کنن. امروز همسرم اومد خونه. گفت این حالتو نگران کننده است. بهتره بریم پیش یه دکتر تا بهتر بشی. رفتیم بیمارستان و آزمایش خون دادیم. دکتر گفت مشکل خاصی نداری، اما اینایی که توضیح میدم و بیشتر مربوط به اعصاب و روان و بهتره که به دکتر روانشناس مراجعه کنی. نمیدونستم روانشناس چیه، اینکه مشکل اعصاب و روان یعنی چی، هیچ نمیدونستم. تنها چیزی که میدونستم این بود که خیلی خستم و باید یه راهی پیدا کنم. دوست داشتم برگردم به همون من قبلی. از نهادی که به پناهجوها خدمات میداد وقت دکتر روانشناس گرفتم. جلسه اول به حرفام گوش داد و گفت اینجا میتونی راحت صحبت کنی، هر چی میگی محرمانه میمونه. سعی کرد شرایط منو بفهمه. ازم خواست بیشتر توضیح بدم، اما در مورد احساساتم چطور میشه صحبت کرد، چی میشه گفت. آخر جلسه گفت علائم افسردگی داری و اگه کمک بگیری میتونی از پسش بر بیای. جلساتمون ادامه پیدا کرد و دکترم منو به یک روانکاو معرفی کرد. گفت اگه دارو بگیری و مرتب استفاده کنی زودتر خوب میشی. توضیح داد که برای بیخوابی و خستگی هم خیلی موثرن. گفت این داروها کمک میکنن که آرومتر بشی. منم همین تصمیمو گرفتم که امتحانشون کنم. پیش روانکاو رفتم و دارو گرفتم و مرتب استفاده کردم و همزمان جلساتمو با روانپزشکم ادامه دادم و احساس کردم رفته رفته دارم بهتر میشم. مدت زیادی فکر میکردم فقط من اینطوری شدم. خودم رو ضعیف میدادم و احساس میکردم تنبلم، برای همین حالم خوب نیست. به تنهایی تلاش میکردم از این شرایط رها بشم. اما دیدم خیلی ها با این مشکل مواجهم. برای این حالت یک اسم هم وجود داره. همونطوری که آدم وقتی سرما میخوره میره برای درمان، مشکلات روحی هم اینجوری هن. هم نیاز به درمان دارن. به جای اینکه صبر کنیم باید کمک بخوایم و با کارشناس و مشاور صحبت کنیم. روانشناسم گفت خوب شدن یک کم طول میکشه، صبور باش، عجله نکن. الان دارم بهتر میخوابم که باعث میشه سرحالترم شدم. اطرافیانم میگن داری بهتر میشی. دیگه احساس میکنم قیافم هم در هم نیست. بچه‌هام هم از این تغییر خوشحالن. دختر 5 سالم میگه مامانم برگشته. وقتی چهره خندانشون میبینم حس خوبی بهم دست میده. الان دیگه برای برگشتن به سلامتی و خوشی و زندگی قبلیم امید دارم.
مهمترین چیزی که یاد گرفتم این بود که متوجه شدم در این دوره به حرف اطرافیانم گوش دادم و کمک گرفتن از متخصص خیلی مهمه. نمیشه تو زندگی همه بارها رو به تنهایی به دوش کشید و این نشانه ضعف ما نیست. افسردگی در اصل خیلی شایع است. زن و مرد و بچه و پیر و جوان فرقی هم نمیکنه. هر کسی زمانی ممکنه دچارش بشه. خیلی خوب شد که خانواده هم متوجه شدن و راهنماییم کردن. خدا رو شکر میکنم. قدرت اصلی اینه که به کارهای خوب و افرادی که دوست دارم بچسبم و در صورت نیاز کمک بگیرم.